فاسألوا فاسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله العظيم بیماران داشتیم که از مشکلات روحی خیلی خطرناک رنج می بردند بیماران داشتیم که حتی طبیبان پزشکان دکتران اونا را به بیمارستان بردند و گفتند که ای در دیوان خانه یا در جایی که دیوانه ها را جمع میکنند باید اینجا باشه و حتی پلیس اجازه نمیداد که از خارج شوند و هو هیچ مشکلی نداشت فقط مشکل می بود که آنقدر بالا و غرق شده بود که شیاطین بالایزی زی مسلط شده بود و او, و او و او با کسی کار داشت که بالای قرآن بخانه قرآن با, با دل پاک بالایزی بخوره و دست خود بر پیشانی زی بگذاره و با این دعای خیر بکنه تا این از جسم از خارج شود و وقتی که شیطان خارج شود و به این میگن یک بیماری خطرناکی از بنام پولاریتی اینجا در غرب در امریکا در استرالیا اونا به نام پولاریتی یا سپلیت پرسنالیتی میگن پولاریتی یا سپلیت پرسنالیتی این پولاریتی و سپلیت پرسنالیتی است که یک نفر یک دفعه خودش است یک دفعه تغییر میخوره یک کسی دیگه میشه و اینا معنی از این را این دکتر و طبیبا نمیدانند چون اینا با الله نیستن، چون اینا روحانی نیستن، اینا فیزیکی هستند اینا طبیعت هستن، چیزای ساینسی خواندند اما عالم روحیات و روح را اینا نخواندند با روحیات بلد نیستن، نمیدانند که روح چی هست پس اونا چی میگن میگه ای سپلیت داره صد که با اینا بگی اینا باور نمیکنن چون اینا از الله دور هستند امون هست که ملک هایی که در خانه ها داخل نمیشه دلیلش که دی تصاویری که ما در خانه داریم تصاویری که در دیوارها داریم تصاویر بچه های ما دختر های ما تصاویر خود ما را در اونجا میگذاریم شیاطینی که در اونجا داخل میشن با این تصاویر یک تعلق خیلی خاص پیدا میکنن یک تعلق خیلی عجیب و غریب که در انگلیسی او را به نام میگن مگنتیزم یعنی یک یک یک, یک حب و عشق و محبت خاص مقناطیسی به پیدا میکنند اگر مقناطیس شما ببینید که چنگ قم آهن جذب میکنه امیر کمی تصاویر شیاطین به خود جذب میکنه هر آن چیزی که رسول مبارک صلی الله علیه و سلام فرموده اون به خاطر خوبی و خوشی و به خاطر رستگاری و فلا و هدایت نور بشریت او را بر ما گفته و اینجا ما کسایی داریم انسان هایی أس است که در خارج اینا درس خواندن، دکترا گرفتن، طبابت رو اینا رو خواندن و اینا بالای احادیث خنده میکنن و استهزاء میکنن و میاین مجلس میگیرن و مردم ها را میگن که ای چی ای چی مضحکات است تو بناعوذ بالله حقیقت چیزها را انسان های میفهمند که علم دارن حقیقت چیزها را کسایی میدونن که در این چیزها دخیلن و مواجه اکثریت ما شما از بسیاری از بیماری ها از استرس ها و از بسیاری چیزهای رنج میبریم که اصلا خود ما نمیفهمیم که چرا تو است ساده است دوری از یاد الله غافل شدن از یاد الله سبحانه و تعالی مجهول شدن به دنیا و کار دنیا آنقدر زیاد آنقدر به حدی که امین کار دنیا الله کم التکاثر که ما را حلاق کرد تكاثر الدنيا تكاثر وزياده در در ها چیزها ما را حتى زرتم المقابر تا وقتي كه بر قبره كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ني ني انسان دونا انسان تا وقتي كه جهيمه آتش جهنم فشار سكرات مرغ ملك الموت بكشيدار الروحشه و روزهایی که اخرین لحظاتش در زندگی سپری میشه تا وقتی که رو به چشم خود نبینه تا وقت انسان را درک نمیکنه این را الله در قرآن میگه که انسان اما تو یک جنس هست که تا وقتی که روز بعد بالایش نبیه یه چیزها را درک نمیکنه و تا وقتی که در خانه قبر انداخته نشه به چشم خود جهیم نبینه که به طرف چپش یک کلکینچه از آتش باز شود و به این جهیم و جهنم و آتش و سقر نشان داده شود او وقت باز میگه آرستی ای خراست بود عدیث مبارک خراست بود قرآن خراست بود قرآن خراست گفته بود عدیث مبارک راست گفته بود اینجا بعضی کسا استعزا میکنند بالای مسائل قرآن و بالای مسائل مکتب اسلام اما حقیقت دنیا امین هست حقیقت امین است که رسول مبارک صلی الله علیه و سلم بر ما را بیان کردند در این حدیث مبارک که جبرائیل نیامد جبرائیل امین نیامد گفت در خانه ای که تصاویر و در خانه ای که سگ باشه ما در اونجا داخل نمیشیم و ببینین در خانه ما بر علاوه تصاویری که داریم برای از او تصاویر متحرک تا نیمه های شب چالان است در تلفن های ما در تلویزیون های ما در زیر لیاف ها حتی پسران و دختران ما از اون سینین خورد افت 8 تا 9 و ده با تبلت و با تب با سمارت فون و با این آغشته هستند مادرش در آشپزخانه کار میکنه برای یک تب میتا یک تلفون میتا که هلا بچه هکم تو سایکو او کارتونی میبینه وقت دستش به چیزی میخوره یک چیز دیگر میبینه در یوتیوب و در این و در فلان و در آن به این شکل شیاطین از طریق نفس هایمان از طریق امون آغشتگی من له و لهب از طریق امون تمایل منفیمان به چیزهای منفی و چیزهای بد به چیزهایی که اصلا به دردمان نمیخوره شیطان ازمون طریق انسان ها را اغوا میکنه شیطان انسان ها را ازمون طریق اغوا میکنه که بهمون آغشته است وقتی که افکار انسان به شد که خوابهای های بد و زشت و خراب را میبینه خوابهای های کننده ای را میبینه و فردایش امی خواب عملی میشه پس ای چی است؟ ای به این معنا هست خواهر ما که شیطان تانسته که ای را اغواب بکنه ای خواب شما خواب خوبه هست یخ و تگرک اینا خواب خیلی خوبه هست جاله و برف خواب خوبه هست خواب بدی نیست اما اگر این را گر نظر به گفته رسول مبارک صلی الله علیه وسلم خواب را بد تعبیر کنید بد تعبیر میشه چرا؟ اون شیاطین در اطرافتان نشسته فقط اونا میخوان امیر بدانن که ایره چه رقم کس تعبیر کرده که تعبیر کرده می میخوان بخوان از زبان خود شما بشنوند که شما ایره به کس قصه میکنین که الله فلانی بسم الله زنگ بزن به این و آن به با رافیانتان بگو که من چنین خواب خراب دیدم پس او خواب امون شیاطینی که در عمل کرده از او الله سبحانه تعالی به اونا توان ایره داده اونا دست به کار میشن و به او اقدام میکنن خواب های بد باید به گفته نشه به هیچ کسی اگه زبونتون باید باز نشه و هر کس خواب بد دیدید از خواب خود برخیزید به طرف چپ خود سه بار أه آب دهان و هر بار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا بگویم اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفث و سه بار آب دهان خود افت بکنم به طرف چپ خود بشانه چپ خود و ايو بدان كه با اي گفتن اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزة و نفخه و نفسی گفتمش پرتاب هر هر قطره كوشكي كه به حساب مايكروفايبر هم باشه بالاي شيطين ميخوره مانند تيزابي هست كه بر رو و به و به سر ازو اسابت ميکنه و هو شرمنده ميشه و فرار ميکنه حتی رسول مبارک صلی الله علیه و سلم میگه کسانی که در نمازهای خود وسوسه میشهند و, و کسایی که در نمازشان افکار بد شیطان با اونها تزریق میکنند امی کار را بکنند حتی در داخل نماز امیکار کار را بکنند به طرف چپ خود سی بار بکنن بکنند آب دهنشان قسم میکنه فوت بکنند و باید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را امرای از او بگویند اما در این کار اخلاص کار است انسانی که میخواد به او ضرر نرسد باید اخلاص هم داشته باشه بدون اخلاص هیچ کار نمیشه و بعد از اینکه کار کرد از بستر خود برخیزه اگر میتونه با آب سرد نوزو بگیره خب فبه خیلی خوب است و دراکت نماز بخونه و در سجله های خود دعا بکنن که یا الله اللهم اینی اسالک که خیر هزیه لیله یا رب ما از بارگای تو خیر این شب را میخوایم و خیر ما بعده وخير أرنشيك بعد از امشب واعوذ بك من شر ما فيه وما أستو يا الله ميخوايم كي مره از شر ارشيزي كي امشب مره بنا بتي ومن شر ما بعده والشر شر ارنشيزي بعد از امشب يا أسكار از کار شب از کار خيلي مهم أست انسان بايد اين را بخانه بايد در صبح بخونه صبح صادق وقت كي از خواب رنب ميشه ايه از كار و اگر وقت نبود نماز فجر خدا که خان باید اینا بخونه هر کسی که در نماز صبح بلند میشه و نماز خدا میخونه و او به بخاطر رضای اللهی کار را میکنه و از کار را میخونه رسول مبارک میگه صلی الله علیه و سلم او در ذمه الله هست یعنی الله را نگاه میکنه وقتی که شام داخل شد شیطان و تمام دستندرکاران از او بعد از نماز شام خارج میشن خاطر همون طوره که ما انسان ها صبح میخیز میدم ترافیک طرف کاربار اینا شام خارج میشن کل کار اینا در شب است پس او وقت از کار شب خانده میشه و تفلک ها باید او وقت بیرون نبراین پدر و مادر و خواهر و برادر بزرگ اینا باید اینا را از خانه هایشان بیرون نکشن باید با اینا خیلی باید احتیاط شوه و تفلک باید در خانه بمانن تا یک ساعت از شام سپری شوه خاطر که اون وقتی است که اینا اما پرواز کننده های اینا زمینی های اینا عامر های مختلف چیز هایی که سنف های مختلفی که دارن گروه های مختلف اینا دست بکار میشن قرآن میگه میگه این شیطان و دستندرکارانشن و دوستانشن شما را میبینن و شما اونا را نمیبینین و قرآن میگن که اونا از به مناسبت شما به نسبت شما خیلی زیاد هستند ای که چقدر زیاد هستند والله عالم شاید به یک انسان ازار تا از برسه شاید اینا یعنی معادل ازار تا زیادتر شاید برسه برای انسان این روزانه ما شما مولد حملات خیلی خطرناک سلاحهای های سقیله و خفیفه و راکتی و آوان و توبچی شیاطین قرار داریم شیاطین انسی و شیاطین جنی شیاطین انسی خطرناکتر است اونا حسد میکنن در مقابل کسی در مقابل دختر در مقابل بچه در مقابل زیبایی یک یک دختر یک یک زن محاسن خود را چرا باید نگاه بکنن چرا باید رو حفظ بکنن چرا باید حی اجاب خود مراحت بکنن چشمه هایی هست که در او شیاطین است در او حسد است روی خبیسه از چشم بر و در جان حسابت میکنه و او را بیمار میسازه و تمامش ثابت هست در احادیث مبارک حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم انسان کوشش بکنه تا از لا و لحب خود بدور بکنه چشم های خود را افس بکنه هر چه قدر لا و لحب کم ببینه اما قدر به قلبش ای خوب است صحت قلبش زیاد میشه و هر قدری که لا و لحب نگاه بکنه اما قلب از بیمار و مریض میشه رسول مبارک میگه صلی الله علیه و سلام زیاد خندیدن و یا خنداندن یا کسی که زیاد خنده میکنه قلب بیمار رو میسازه امروز شما میبینین تمام کسانی که از خنداندن مردم مردند اکثرت اینا به خاطر بیماری قلبی مردند چندین کمیدن ها را شما ببینین کسانی که مردند به اونا فحش ناسازا نمیگوییم رسول مبارک و صلی الله علیه و سلم و مکتب اسلام برای ما ایره فهمانده که آنانی که مردن به جزای اعمالشان رسیدن با اونا بد بیرا نگوین الله سبحانه و تعالی خودش رحم بکنه بالای اینا چون اونا مردند شما ببینین چندین کمیدیانه که دمی چند سال اخیر مردن اگر شما تحقیق بکنین تمام اینا خاطر امراض قلبی مردند و اتا کمیدیان هایی که در انگلستان و و کمیدن هایی که در امریکا اینا مردن دلیلش امراض قلبی بوده خنده زیاد چی چی که قدر خنده میکنین رسول مبارک میگه صلی الله علیه و سلام اگر چیزی را که ما دیدم شما میدیدین یا ببینین کمتر خنده میکنین و زیاد گریه میکنین این چیزها اگر در پرده هست به خاطر حکمت هست که تا انسان به زندگی امیدوار شود زندگی خود پیش ببره بله از نعمات زندگی استفاده بکن از حسنات زندگی استفاده بکن دعا بکن که اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعا بکن که الله سبحانه وتعالى در دنیا هم ترا حسنة بتا در دنیا هم ترا حسنة بتا و از آتش جهنم ترا محفوظ بداره ایره دعا بکن و ایره بخوای نعماتی که الله به تو داده الله سبحانه وتعالى در چار چوکات قانون اسلام در چهار چوکات شرعی مبین از استفاده بکو اما ایت نکو که وقتی که الله سبحانه و به تو نعمت داد تو باز از یاد الله غافل شوی بلا و لعب مشغول شوی و انقدر بد شوی که الله سبحانه و تو ترا میگیره یکی از اعضای پارلمان افغانستان میسازه و تو هم یک زن هستی و تو بر برمیخیز در مقابل عالم دین صحبت میکنی و او عالم دین هست که او چی کرده او چی گناه کرده مردم با قتل با کشتار دعوت نکرده مردم حتی از تمامی ما يعني, يعني تمام چیزا منع کرده یعنی یعنی تمام از هوا و حواس و تمام از فریب و مکر شیطان و نفس انسان است که از اون نفس انسان شیطان استفاده میکنه سخن زیاد است عزیزان ما وقت کم از بارگاه رب منان استداد داریم که الله سبحانه و تعالی ما را به صراط المستقیم راهنمایی و دعوت بکنه و الله سبحانه وتعالى استقامت می كتاب که در دین و در دنیا به چیزهایی که محول میشه به استقامت بکنیم و الله سبحانه وتعالى تعالی به ما تا ملک هایی را که از خانه ما فرار کردند و ایواز شیاطین در خانه های ما جاگزین شده او ملک ها را دوباره در خانه های ما مقرر بکنه و شیاطین و جنیات شریره از ما شما بدور داره تا ای خواب های بده که به ما تزریق میشه از اینا هم ریایی بیافیم و بتونیم در نماز های خود خشوع و خضوع حاصل بکنیم و از لعو لحب دوری کنیم اللهم ربنا امین یا رب العالمین جزاکم الله خیر و احسن جزا <applause>